قلبم اینجا تا این معده همینجا درد گرفت شد. گفتن ما دارو آماده برای شما که مثلا بد بزنیم نداریم. سرطان کبد، شایع ترین بیماری سرطان در ایران. در ایران بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم الان داریم متاسفانه با این وضعیت روبرو میشیم. داروی درمانش هم فقط در اختیار یک شرکت غربی بود. این تکنولوژی پیچیده‌ای هست، در اختیار همه کشورها برای تزریق نیست. یکی دو تا شرکت در دنیا هست که این رو به بقیه کشورها میدن. دانشمندان هسته‌ای کشورمان دست به کار بزرگی زدند و داروی سرطان کبد را تولید کردند. داروی هست به نام ایتریوم 90 رزین میکروسفر. رادیو داروی هستش که برای درمان جزء درمان‌های پیشرو پزشکی هسته‌ای در سطح دنیا هست. رادیو داروی ایتریوم کاملا بومی سازی شده و برای نخستین بار در شیراز به این بیمار مبتلا به سرطان کبد تزریق می شود. نفس نکشید. تیم پزشکی به سرپرستی دکتر راسخی عهده‌دار این کار است. تزریق دارو بایستی به صورت خیلی خیلی سریع، خیلی یواش و آهسته انجام بشه. اگر خیلی سریع تزریق بشه ممکنه که ما مشکل ترومبوز یا لختگی در خون رو ایجاد کنیم. تزریق دارو با موفقیت انجام می شود. کاری که امروز شده یه تکنولوژی بومی شده ای هست، از همون کاری که در انحصار یکی دو شرکت بزرگ در دنیا هست. داروی ایتریوم به دلیل تحریم داروی ایران در اختیار بیماران کشورمان قرار نمی گرفت و شرایط بسیار سختی را برای آنها به وجود آورده بود. دومین تولید کننده این دارو در جهان هستیم الان در حال حاضر و برای متاستازهای کبدی و پرایمری لیور کانسر هپاتوچلیل کارسینوما این دارو میتونه استفاده بشه. داروی ایتریوم کاملا بومی سازی شده در مرحله آزمایش نسبت به نمونه خارجی تأثیرگذاری بهتری داشته.